استراتژی قیام و سرنگونی. اشرف، کانون استراتژیکی نبرد، نقدینه بزرگ ملت در مبارزه آزادی بخش با رژیم ولایت. پیام به رزمندگان ارتش آزادی و نیروهای انقلاب دموکراتیک در سراسر میهن اشغال شده. مسعود رجوی، 30 دی 1388. سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور، قسمت 7. فصل 7، درس های قیام در روز عاشورا. پس از آگاهی و اشراف نسبت به انحراف و اپورتونیسم راست به عنوان تهدید اصلی قیام، اکنون باید یک بار دیگر درس های قیام در روز عاشورا 6 دی 1388 را مرور کنیم. در پیام 8 دی به اختصار گفتم استمرار و سرعت پیشروی و درجه تعمیق و گسترش نیروهای قیام در 6 ماه گذشته و مخصوصاً انبار باروتی که در ایام تاسوعا و عاشورا در ایران سرباز کرد به همگان نشان داد که آنچه مقاومت ایران درباره وضعیت جامعه ایران و درباره رژیم می گفت حقیقت داشته و در آن مبالغه‌ای نبوده است. کسی منکر استمرار قیام در 6 ماه گذشته نیست. کسی منکر سرعت پیشروی قیام هم نیست. بسیار می گویند و می نویسند که بحث در خیابانهای تهران و سراسر ایران و در دانشگاه ها و مجادلات و زد و خورد های سیاسی در بیرون رژیم و در درون دیگر انتخابات نامشروع ریاست جمهوری در رژیم ولایت فقیه نیست. شعارها هم این نیست، خواسته ها هم این نیست، مشکل هم این نیست، زیرا به محض اینکه در مناظرهای انتخاباتی روزنی باز شد همه دیدند که چه خبر است و چه ظرفیت انفجاری و بخارات متراکمی در ایران زیر عمامه و نعلین ولایت فقیه فشرده شده است. نقطه عزیمت البته انتخابات و مناظرهای 4 نفری بود که از همان فیلتر شورای نگهبان ارتجاع عبور کرده بودند و از همین جا بود که حتی قبل از انتخابات رفسنجانی به خامنه‌ای نامه نوشت، هشدار داد من ادامه وضع موجود را به صلاح نظام و کشور نمی دانم. رفسنجانی بی‌پرده گفت آتش فشانهایی که از درون سینه های سوزان تغذیه می شوند در جامعه شکل خواهد گرفت. رفسنجانی در همین نامه از خامنه ای خواست مانع شعله ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید. متقابلا باند خامنه ای از طریق سپاه پاسداران و خبرگزاری آن رفسنجانی را به باد حمله گرفت و نوشت هرگز در ذهن بدبینترین دشمنان نظام هم این ظن بد خطور نمی کرد که روزی هاشمی رفسنجانی برای رهبر معظم انقلاب نامه سرگشاده بنویسد. اعتراض غیر منطقی شما آن هم به رهبر انقلاب که خود
پرچمدار عدالت و مبارزه با ظلم است، بسی جای شگفتی و البته تأسف است. آقای رفسنجانی، متهم همیشگی پرونده استات اویل کجا و نظامی که با خون شهیدان آبیاری شده است کجا؟ مدیر مادام العمر مترو کجا و خمینی کبیر کجا؟ اگر آن روز که به دلسوزان شما و انقلاب نصیحت کردند تا جلوی رانتخاری و سوء استفاده های گسترده فرزندان و وابستگان خود را بگیرید، همه را به چوب تهجر و کجندیشی و زهد فروشی نمی راندید، اگر توصیه های صریح و تذکرهای لطیف رهبری معظم را در مورد لزوم پرهیز از تجملگرایی و اشرافیگری در میان مدیران نظام اسلامی در همان سالهای ابتدایی دهه 70 جدی می گرفتید و اگر به دستگاه محافظه‌کار قوه قضاییه جرأت مقابله با خیشاوندان و اطرافیان خود را می دادید، امروز چنین نمی شد. آقای رفسنجانی، چرا رسانه‌های غربی و مخالفین نظام شما را به غلط مهمترین شخصیت جهت ایستادگی در برابر رهبری می‌دانند؟ به خود بیایید و از سرنوشت بزرگان این انقلاب که در کشاکش حوادث و فتنه‌ها کم آوردند و از قافله انقلاب جا ماندند و روی بر قافل سالار آن ترش کردند عبرت بگیرید. همچنین کسی منکر تعمیق و رادیکال شدن قیام و شعارهای آن نیست. شعار این است که مرگ بر اصل ولایت.